بله، و با شما امروز از طریق صدا و تصویر صحبت میکنن و ارتباط برقرار میکنن. آقای مصطفی زاده خوش آمد میگم به شما، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان، بفرمایید. سلام جناب آقای سوری. الو. بله بله، سلام علیک قربان، بفرمایید. سلام کردم خدمتتون و خدمت بینندگان به همچنین، و امیدوارم که از اینکه وقتشون رو تلف میکنن منو ببخشن. در حضور شما چرا که اول میخواستم آقای سوری ضمن تشکر از شما از آقای حسنی بسیار تشکر کنم که به مرد اینکه من تماس گرفتم و از ایشون سوالاتی کردم، ایشون با نهایت دقت به من جواب دادن و با محبت برخورد کردن و خیلی ازشون ممنونم. بعد جا داره که از آقای دکتر عقیلی پور که از آغاز کار من در رابطه با این برنامه به من راهنمایی کردن تشکر کنم. از آقای فرزاد جاسمی، آقای مهندس فرزاد جاسمی و همچنین و یکی از دوستان بسیار گرامی و عزیز که اسمشونو نمیتونم بیارم که استاد دانشگاه هستم در فرانسه، و حسین آقا از ایران محبت کردن و تماس گرفتن، از اینها بسیار متشکر و ممنون. در هر حال آقای سوری، این هفته من به این پراکندگویی ها دیگه خاطر نمیدم و به حضور فرض شد که سعی میکنم از هفته آینده برنامه های این خودگردانی، طرح خودگردانی ملی رو به دقت و به صورت منظم در اختیار بینندگان بذارم، و باید این رو هم عرض کنم خدمتتون که هیچ انتقاد، هیچ چیز از بینندگان من نمیپذیرم و هیچ چیز ازشون نمیخوام، ولی طرف صحبت من سران تشکلها هستم، سازمانها، احزاب، سران مذاهب، ادیان و اینها. اونها میتونن تماس بگیرن، هر که سر جمع اون دفتر شورای مشترک تشکلها رو به اصطلاح برقرار میکنیم، مشغول کار میکنیم، و نمایندگان این سازمان ها و تشکل ها میتونن بیان اونجا توی اون دفتر و بعد عضو اون سازمان یا عضو شورای مشترک تشکل ها بشن. در ضمن اون دفتر به اصطلاح شورای مشترک تشکل ها رو من یه چند هفته ناگزیرم خودم اداره کنم، بعد که جمعیت به حد کافی رسید اون وقت تحویل خود احزاب و تشکل ها میدم و خودم کنارم. در هر حال جناب سوری، این داستان خودگردانی ملی امیدوارم که یک سر و سامون بگیره. حسن نخستین اینه که ما دارای اپوزیسیون خواهیم شد، یعنی اگر این دفتر شورای مشترک تشکل ها درست بشه که باید توسط تشکل ها درست بشه، ما میتونیم پیش بریم. در غیر این صورت یک قدم هم ما نمیتونیم پیش بریم و این داستان خود گردانی ملی را واقعاش رو میخونیم و میذاریم کنار. بعد کاری که مردم باید بکنن این هست که احزابشون رو اگر ندارن این افرادی که میان توی تلویزیون ها توی مجامع صحبت میکنن و مدعی هستن آزادی داشتن چه هستن هر چه هستن، میتونن با انتشار اساسنامه شون شروع کنن به عضوگیری و به عنوان یک تشکل منظم و به اصطلاح در آن وارد قضیه بشن.
و بیان تو اون دفتر، دفتر از من تحویل بگیرن و خودشون میدونن با شورای مشترک تشکل‌ها و خود این طرح خودگردانی ملی که اونجا دیگه هر جاش نقص داره خود اونها ما وظفن نقصه که وظفن کنن، کار کار معلوم نیست. اگر انتقادی بهش وارده همونجا تو شورا انجام میشه و خودشون با هم صحبت میکنن، هر مشکلی در که باشه خودشون حل میکنن و کار رو از اونجا میگیرن به دست با پیش میرن. تنها کاری که من میکنم یک ماده ای رو که نباید من منتشر کنم و همه کس بدونه، اون ماده رو من در اختیار شورای مشترک تشکل‌ها خواهم گذاشت که اون ماده مربوط است که چگونگیه، نه براندازی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی در این در باید باشه، همونطوری که افضای قبل عرض کردم رضای پهلوی باید باشه، مجاهدین باشن، این نمایندگان و بزرگان احزاب و ادیان باید باشن، همه باید باشن تا یک وضعیتی پیش بیاد که اگر مثلا فرض کنید مصطفی زاده در شورا میخواد پاشو کج بذاره، قانون اشتباهی اونجا به تصویب برسونه، بخواد با دولت‌های خارجی زده بند کنه، اینها اونجا 100 نفر 50 نفر 200 نفر جلوش هستن و جلوش رو میگیرن و این اجازه رو بهش نخواهند. اگر کسی حرف ناحسابی داره، حرف بی‌ربطی داره در شورا مطرح میشه، خب نمایندگان ردش میکنه. این شورا فقط برای این هست که یک به اصطلاح تصفیه در ایران انجام بده. جمهوری اسلامی هست، کمونیست هست، رضا پهلوی سلطنت طلب هست، پادشاهی هست، همه، یعنی کسی یک ایرانی هر نمیشه از برنامه این طرح خودگردانی و مهمتر از همه یک تعاون ملی در این طرح وجود داره که اون تعاون ملی به تمام این صحبت ها که امروز مورد گله و شکایت هست خاتمه میده. اون خیابون خوابه، اون گرسنه است، اون مرتاده، اون میخواد حمایت از حقوق بشر کنه، نمیخواد بکنه، اون میخواد حقوق از حقوق مردم دفاع کنه، به هیچ عنوان لزومی نداره، اینها همه جمع میشن. فقط میمونه شورای مشترک تشکل‌ها و قوانینی که از اونجا میاد. اونها موظفن به تمامی امور مردم رسیدگی کنن و به هیچ عنوان این مسائل زشت و زننده‌ای که در جامعه بوده به حد برطرف کنه. مثلا آقای رضا پهلوی نمیتونه بر عموم ملت حکمرانی کنه، آقای جمهوری اسلامی نمیتونه بر عموم ملت حکمرانی کنه و بقیه هم به ترتیب به همین صورت. مجاهدین نمیتونن به عموم ملت و نمیتونن هیچ کدام از این تشکل‌ها درانشون نمیتونن قادر نخواهند بود که بیان و یک مسائل ناپسند گشت مثل مجاهدی و مثل دیگران یا خفیه ها بتونن در مملکت پیاده کنن، چون عرض کردم خدمتتون که اعداد تشکل‌ها زیاد خواهد شد، نمایندگان اون تشکل‌های دیگه با عقاید، با عقاید سیاسی، مذهبی، دینی و قومی در شیجهی اونجا بزرگ دارند، همه هر کس اون قشن از مردم رو به اصطلاح امورشون رو بهش رسیدگی میکنه که طرفدارش هستند و عضو سازمان رو یا حزبش هستند رسیدگی میکنه، به دیگران هیچ کاری نداره، اون لباس پوشیده، اون نپوشیده، این کوتاه پوشیده، اون بلند پوشیده، هیچ کس دیگه نمیتونه دخالت در امور داخلی تشکل‌ها بکنه و تشکل‌ها هم موظفن به قوانین کشوری که از جانب شورای مشترک تشکل‌ها به ترتیب میرسه و خودشون هم در اون مصدده شرکت داشتن، اون قوانین رو باید همه بهش احترام بذارن. کشوری هم که قانون نبشته باشه یعنی باقی راشی یا قانون درش اجرا نکنه، اونجا دیگه
اسمش کشور نیست، ملت کم دیگه ملت نیستن، باید بازهش خوب اونجا رو بشه درش میگن که باقلش. قانون باید در هر محیطی قانون در داخل باید شده و امیدوار میشه این نمایندگانی که در شورای مشترک تشکلها جمع میشن و تصمیم گیرنده هستن و قوانین رو تصمیم میکنن که بسیار دقت بکنن که قوانینی ناپسند، نادرست و بر ضد مردم اونجا تصویر نشه و تصویر نره. و این رو چندین بار گفتن باز عرض میکنم، هر شخص در ایران باید اختیار انتخاب داشته باشه که به ظاهر امروزه نگم آقا شما انتخاباتون تو انتخابات شرکت میکنی انتخاب میکنی چی چی رو انتخاب میکنن و به چه صورت اون جای خودش من توضیح خواهم. بنابراین ملت حاکم خواهند شد در آن تشکلها خدمتگزاران هر یک خدمتگزاران یک خش از اجتماع خواهند بود که عضویت سازمان اونها، حزب اونها، دین اونها، مذهب اونها رو پذیرفتن، قومیت اونها رو پذیرفتن، یعنی اونها رو قبول کردن به عنوان نماینده. اون هم به چه صورت؟ رأی میدهن مردم یه اساسنامه که نه به فرد، نه به شخص و اشخاص، به اساسنامه رأی میدن. هر روزی هم که اون سازمان، اون تشکل، اون حزب از به محض اینکه تخطی کرد یا مورد نیل اشخاص نبود، بلا فاصله میتونن از اینجا به حزب دیگه رجوع کنن، حزبی که رجوع کردن عضویت اونجا را قطع میکنه، ایشون رو در حزب خودش یا تشکل خودش باز میکنه و این آقا از شهر اون یکی ها خلاص میشه. در نهایت بعد از یه مدت کوتاهی تمام این نخاله ها از صحنه کشور کنار گذاشته میشن یا مدت هیچ کسی نه هیچ کس حق نداره هیچ تشکلی رو درش رو ببنده تعطیل یا غیرقانونی اعلام کنه. این تشکل سر جای خودش میمونه تا از طرف مردم با قطع وضعیت یا با تذیرفتن وضعیت فروهنده این سازمان این تشکل منتقی بشه و خود به خود از بین بره و الا هیچ مقام هیچ قدرتی هست که تأثیر یک حزب رو نداره، حق غیرقانونی شمردنش رو نداره. نه سوالی نیست، فقط اجازه بدیم به دوستان بگیم اگر سوالی پرسشی دارن همینجور که زیر عکس شما، زیر تصویر شما ایمیل آدرس شما هست zia1942@gmail.com و در فیسبوک هم نوشتم با خود شما مستقیما تماس بگیرم. خطابت میشه شاید به خاطر این دستگاه هایی که امروز من روی کامپیوتر نصب کردم یا دستکاری کردم صدای شما رو من بسیار خطابت میشه و درست نمیشه. حالا من باید یادم میبود که به شما بگم برنامه های دیگر رو قطع کنید موقعی که میخواین با اسکایپ صحبت کنید. ضمناً امروز میکروفون شما یکم دور هست از خودتون، باید نزدیکترش کنید. بله اصلا صدای شما رو به هیچ عنوان قابل درد نیست و متاسفم درست در آقای توبی من ادامه میدم شاید که این بعدا خوب بشه. بله در رابطه با یک ویدیوی خدمت شما ارسال کردم برای در مورد طرفداران آقای رضا پهلوی، به حضور رو اکر که من از همینجا از آقای رضا پهلوی خواهش میکنم که دهن این دور افراد رو ببنده، بیش از این حیثیت ملت رو از ذهن نبرن، بیش از این تحاشی نکنن. قبلا من گفتم که این تحاش ها فقط جهود ها هستن، نه یهودی نه کبیری، جهود ها هستن که باوستر سازمان صهیونیستی میشین. ولی وقتی این ویدیو به من رسید به دست من رسید
هم متاسف کردم هم باز فکر کردم که این یهودها همه جا رسوخ کردن. شاید در اطراف آقای رضا پهلوی هم بسیار باشن، همونطوری که در جمهوری اسلامی رسوخ کردن و هستن و خود سران جمهوری اسلامی هم این موضوع رو قبول دارن. همین امروز اعلام شده بود که یه آقای کلیمی هم شده مشاور آقای ترامپ، اگه اشتباه نکنم آقای به نام دلرحیم. به هر حال آقای سوربی، اینم از این داستان. یکم راجع به آقای سعیدی میخوام صحبت کنم. متاسفم که ایشون از طرفدار آقای رضا پهلوی هستن، ولی ایشون توی صحبت با من نمیدونم، چون صحبت خصوصی بوده نمیدونم گفتنش درست هست یا نه، ولی در رابطه با مسائل سیاسی کشور من فکر میکنم هیچ چیز نباید مسئول بود. ایشون به شدت معتقدن که یک استبداد برای ایران داده، دون استبداد هم کاری از پیش نمید. در زن دوستی در رابطه با پرچم حتما یاد گرفته بود که شما پرچم شیر و خورشید رو رد میکنید و پرچم بدون آرم از این صحبت هست. هر کنم خدمت کنید که آقای محترم، پرچم ملی ایران پرچم سرنگ سبز و سفید و سرخ، هیچ نشانی هم نداره. حالا اگر جمهوری اسلامی حاکم میشه حق داره یه آرم الله رو درش بده، اگر آقای رضا پهلوی حاکم شده که پدرش حاکم بود شیر و خورشید رو گذاشتن، ولی اونها هیچ آرمی روی پرچم ملی ایران وجود نداره. پرچم ملی ایران پرچم سرنگ سرخ سفید و سرخ، این رو هم من توضیح دادم خدمت شما. در حضور شما عرض کرد که از همین جا من دعوت می‌کنم از به اصطلاح افرادی که تشکل‌هایی که میتونن باشن، از آذری ها، آذربایجانی ها، ترک ها، خواهش می‌کنم که هر چند گروه هستن نمایندگانشون رو به این دفتر معرفی بکنن، ما اینجا بتونیم تأکیدی بدیم که دفتر رو بدیم دست اونها و من هم از این دفتر بکشم کنار و هیچ کاره باشم. این آذری ها هستن، بعد کرد ها هستن، بعد بلوچ ها هستن، لور ها هستن و بقیه اقوام. بعد برمیگردیم دوباره میرسیم به جایی که مسیحیان، شیعیان که سر کار هست سرانشون، حالا اگر فرقه های دیگه توشون هست یا مظاهر دیگه هست میتونن اینجا نام نویسی کنن و اساسنامه شون رو بفرستن با عضو دفتر بشن. مسیحی ها هستن، بهایی ها هستن، اهل سنت هستن و همه هر کسی که مدعیه و میتونه تشکل به راه بندازه هر که سریعتر باید تشکلش رو ایجاد بکنه. طی ایمیلی که خدمتتون دادم و امیدوارم که بذارید روی صفحه، آقای سوری میتونم از طریق ایمیل با من تماس بگیرن، اساسنامه‌شون بفرستن، عضو دفتر بشن، عضو دفتر شدن بعد میتونن در شوراهایی که تشکیل خواهد شد شرکت کنن. این شوراها طریقی نیست که هر کس بخواد از مملکتش مسافرت کنه خطر سفر، مخارج سفر و اینها رو تحمل کنه. هیچ این مسائل در کار نیست، هیچ پول لازم نیست بپردازن، هیچ عضویتی رو نمیخواد قبول کنن که در برابرش پولی رو پردازن، از مردم یک دینار پول نمیخواد. به حضور شما تمام امور این دفتر و شورای مشترک تشکل‌ها از طریق ایمیل، از طریق رسانه‌هایی که مجازی است انجام خواهد شد. فقط نمایندگان شورای کدهایی میشن که اونها با کدی که دارن
میتونن با دفتر تماس میگیرن که کسی جای کسی دیگه‌ای نیاد دخالت کنه، به محلی که تماس گرفتن باهاش تماس گرفته میگه که آقا شما این را نوشتی، این مورد قبول شما، این ایمیل شما یا اسکایپ شما یا نمانچه حک نشده، اینها اطلاع میدن که درسته یا غلطه، بعد این مسئله ضبط میشه در دفتر شورای مشترک تشکل ها و کار به این صورت ادامه بده میکنه که این توضیحات رو من دوباره از چهارشنبه یا جمعه آینده این توضیحات رو در اختیار مردم میذارم. مجددا دعوت میکنم از آقای صدر اشرافی هم تقاضا کردم که با من تماس بگیرن، ایشون با روی باز و خوشحالی قبول کردن و من ازشون بسیار بسیار متشکرم و بقیه هم میتونن تماس بگیرن و عضو شورا بشن و هر کسی سازمان خودش معرفی میکنه، نماینده خودش معرفی میکنه، خودشون بدون اینکه من کوچکترین دخالتی داشته باشم شورای مشترک تشکل‌ها رو اداره خواهند کرد و برقرار خواهند کرد. یک مسئله اون هم به عقب راندن جمهوری اسلامی در حد طرفداران و دوستانه که اون هم در اختیار شورای مشترک تشکل‌ها قرار میگیره، اونها بر اساس اون مسئله پیش میرن و کار بسیار ساده است. یک ایدیال هم خرج و مخارج نداره، این که دوستان میگن کم میلیون پول لازمه، اون یکی شهر درست میکنه میگه نمیدونم مردم انقدر بدین نیمایه فصیله، نه آقا اینها اصلا نیست. وقتی تشکل ها درست میشه و شورا مستقیم برقرار بشه همه این مسائل بدون این خرج و مخارجی انجام خواهد شد و امیدوارم که جمهوری اسلامی هم به این مسئله تندر بده و اگر هم تندر نده خب اون که در هفته های گذشته خدمت شما و بینندگان عرض کردم، اون اشخاصی که در وقت جمهوری اسلامی هستن فقط اون تعدادشون که مخالفت کنن با این شهر کنار گذاشته میشن از جانب خود طرفداران، از جانب خود ملت کنار گذاشته میشن به راحتی، خیلی ساده و خیلی راحت که این طرح رو طرح عقب در عقب روندن جمهوری اسلامی و طرح برکنار کردن اون اشخاص رو من در اختیار شورای مشترک تشکل‌ها خواهم بود. این مسئله و دیگه فکر کنم که باید باید سوال کنم که آیا شرکه ممکنه بازم نفهمم صدای شما رو درست نمیشتیم، ولی باید سوال کنم اگر فرمایشی دارید بفرمایید. نه من سوال ندارم. از نظر شما آقای سوالی چیزهایی که من میگم تا چه حد میتونه منطقی یا درست باشه یا تا چه حد میشه گفته امیدوار کننده؟ والا من این طرح رو چند سال پیشم دیدم و بارها گفتم این طرح خیلی خوبه، ولی اون باز ضرورمثلی که ما یه چیزی رو من ندیدم کسی اینجا اون مردم رو متوجه کردن و تو طرح شما میبینم به قول معروف آزاد، نه پولی میخواین نه چیزی میخواین، این رو کم داشته طرح‌های قبلی که چگونه به مردم اینو پخش کنن، چگونه ازشون دعوت کنن جلب بشن و بیشتر در این مورد صحبت میکنن. حالا اگه ممکن صدای من اشکال داشته باشه امروز چیزی نگیم و بعدن که شما بیشتر گفتید ما هم اگر پرسشی به نظرمون اومد میپرسیم و سوال میکنیم. از جناب صدری مردم ایران که در بندن و تماسی نمیتون من با مورش بگم، این طرح اگر این تشکل ها در خارج از کشور همکاری بکنن، یعنی اگر اپوزیسیونی وجود داشته باشه یا به وجود بیاد از طریق این
پیشنهادات من اون وقته که اینها میتونن مردم رو در حال از گروه طرفدارانی داره میتونن به صورت به ویژه اقوام و مذاهب میتونن مذاهب و ادیان میتونن بسیار موثر باشن در این که موضوع رو برای مردم تشریح کنن بهشون برسونن و خب این یه مقدار طولانی خواهد شد ولی اگر دفتر این شورای مشترک تشکل‌ها با حتی 10 تشکل شروع به کار بکنه مسئله به کل حله. اگر این 10 تشکل رو ما نداریم در خارج از کشور و نمیشه این 10 تشکل رو 10 حزب رو براه انداخت، باید فاتحه این قضایا رو بخونیم بذاریم تا جمهوری اسلامی هر که میخواست بکنه و در نهایت هم هر وقت در افتاد نه از دست ما از دست مردم کاری ساخت نمید بی جهت هم مردم داخل کشور رو هر قدر که تحریک کنید 4 تا جوون بیان تو خیابون که کشته بشن یا بگیرن بکننشون زندان که تنده کنن بایده و هرچی هیچ مسئله درست نخواهد شد هیچ سودی به نفع مردم نخواهد داشت تنها سرخوردگی رو در پی خواهد داشت اینجور مسائل که من میبینم که بعضی ها در پیش هستن مردم رو بکشیم تو خیابون اگر خارج بکشن تو خیابون که به چه دردی بخوره اگر در ایران بکشن مردم رو تو خیابون که خب سال 88 و انتخابات بعد از 4 سال آقای احمدی نژاد رو دیدیم که بلافاصله اصلا رنگ عوض کرد چون سید حسین آزمایشی خودش رو داده بود این هم یک بازی بود که از طرف دولت انجام شد و مردم رو شناختن و گرفتن و خفه کردن هستن و مردم دیگه الان جلوش هیچ کاری ندارن حالا اگر که نقنق هست این نقنق همیشه بوده حالا هم هست بعد هم خواهد بود و هر گروه و هر دسته و هر کسی هم بیاد کاری از پیش نخواهد بود همونطور که دیدید مجاهدین خلق با قوای نظامی و با پشتیبانی کشورهایی رفت پا گذاشت جلو دیدید که چه به روزش اومد پس اصلا مسئله نظامی رو بده در کنار و موافقت مردم رو جلب بکنیم بهشون نشون بدیم به مردم چه جور و چه چیز به نفع شما خواهد بود چه حرکتی و چه چیزهای به نفع شما خواهد بود و حمایتشون رو جلب کنیم اونم کار بنده نیست کار هیچ کس نیست کار احزاب و تشکل هاست که هر کس هر تشکلی که دوست داره اساس نامش رو میپسنده و خوشش میاد به اون بپیونده و اون زمان دیگه کار به سهولت پیش میره اگر 10 تشکل 10 حزب در خارج وجود نداشته باشه با اساس نامه و منظم اصلا فاتحه انقلاب و برخورد با جمهوری اسلامی رو باید خوند به کل بدرنش کنار از این دروغگویی ها از این که تختمون فلاسکو اینجوری شده 1000 حرف بی خود و با خود بزنیم جز این که خودمون رو خسته کنیم جز این که آبروی دولتمون رو و مملکتمون رو ببریم هیچ سود دیگه آینده ما نخواهد شد فقط اینها آب تو آسیاب کشورهای غربی ریختن هیچ سود دیگه برای ما خب من یه چیزی یادم افتاد از شما بپرسم شما چند بار به کلمه اپوزیسیون اشاره کردید ولی از طرفی میگید این شورای تشکل هاست و حتی جمهوری اسلامی هم باید باشه اپوزیسیون خب وقتی هست که این بر علیه یک پوزیسیونی باشه اگر این سازمان شما بر علیه هیچ کس نیست این همون مثل یک حزب مثل یک پارتی مثل یک شورا پ-
پس چرا هی کلمه اپوزیسیون، حتی شما تلویزیونی هم که باز کرده بودید اسمش رو گذاشته بودید اپوزیشن تی وی، چرا؟ این اپوزیشن تی وی آقای سومی اسمش برای این بود نه فقط مخالف جمهوری اسلامی باشه، مخالفت با همه کسانی که دارن بیراهه میرن و مردم رو به تمسخر کشیدن و مردم رو نزدیک 40 سال همینطور سرگرد میگرد بودن. اون یکی میاد میگه که من میخوام بله دلا آقای سوری به کل خیلی شدید برمیگرده، اجازه بدید کلمه صحبت کنید، من قطع میکنم دوباره شما بگید. من الان چیزی نگفتم، صدای شما اینجا خوب هست. اینجا صدا برای من برمیگرده از صحبت کردن من جا میگیره. خب شما اگر قطع کنید مجدد بگیرید من ازتون مجدد. باشه باشه. خب دوستان عزیز عذر میخوام ازتون که این مشکل پیش آمد، فقط ماجرا اینه که ما باید اینا رو از قبل امتحان کنیم. آقای مصطفی زاده قبلا با تلفن تماس میگرفتن، بعد با اسکایپ، بعد حالا که با اسکایپ به اصطلاح ویدیو هم هست، این رو آزمایش نکرده بودیم متاسفانه. حتی امروز هم برای من نشوندن که هنوز حاضر نشده و این اشکال هست. راجع به اسکایپ بهتون بگم، اسکایپ خودش یه سیستمی داره که صدای اولا این اشکال داشت که صدای اسپیکر خودتون یا صدای بلندگوی خودتون داخل میکروفون میرفت و دور میزد و جیغ میزد و کولاک میکرد. الان این رو برطرف کرده، صدای بلندگوی خودمون رو نمیذاره بره توی چیز، ولی بعضی وقتا ما با نزدیک گذاشتن اینها اون حالت میدونید اون مغناطیس و این جریان برق و اینها یک حوزه هایی درست میکنن. حالا این حوزه ها دیدید خواننده میکروفون میگیره دستش میره نزدیک آقایی که پشت مثلا دستگاه هست بگه که صدای ویالون رو ببر بالا، یه دفعه جیغ میزنه. اینا اون حوزه های مغناطیسی و حوزه های صوتی هست که درست میشه. ممکنه اشکال این باشه. اینجوری که من از اینجا فکر میکنم آقای مصطفی زاده سیستم میکروفونشون باید بیاره نزدیکتر، از این میکروفونی هایی هم که یه دونه ابر کوچولو روش هست بذارن تا اون صدای پرنده و اینها رو هم ما اینجا نشنویم. زنگ بزنم ببینم آقای مصطفی زاده حاضر هستن یا نه. بله خوش آوید، فکر کنم صدای شما هم درست شده باشه. ولی الان ویدیو نداری؟ نه الان دیگه خیلی خوب شد. اوکی خوش آوید. مثل فرمودی که پس اپوزیسیون یعنی چی وقتی که همه باید باشن؟ دقیقا بله به حضور شما که این فعلا اپوزیسیون هستن که نیستن در حقیقت، شده گروهی دستهی تشکل رو من نمیدینم که در مقابل جمهوری اسلامی به درستی استاده باشه. اپوزیسیون محدود نمیشن، اگر اپوزیسیونی به وجود بیاد و این شورای مشترک رو تشکیل بدن و در خارج از کشور عضوگیری کنن و دامنش رو به سمت ایران بفرستند، اون زمان هست که به حضور شما هست که اوضاع چنین خواهد شد که خودشون هر کدوم این سران اپوزیسیون خودشون یک دولت هست، چون باید به تمامی امور اعضای خودشون رسیدگی کنن و مطالباتشون رو در شورای مشترک تشکلها مطرح کنن و دفاع کنن و مطالبه کنن اون چیزی رو که اعضایشون میخوان و تا حدی که به اصطلاح مقدور هست و درست هست مطالبات حقیقی مردم به حق مردم به دستشون برسه. اینها دیگه اون زمان یک چیزی شبیه دولت خواهند بود، اپوزیسیون نیستن، ولی در شورای مشترک تشکلها اپوزیسیون دوباره خواهند شد اگر مورد ناپسندی، موردی بر علیه مردم اونجا بخواد تصدیب برسه،
اینها به رفتنه همون داخل شورا به صورت اپوزیسیون رفتار میکنن، دیگه اپوزیسیون نیستن، در همونجا به صورت مخالفت سعی میکنن که اون چیز ناهنجاری رو، اون ناهنجار رو ندارن که به تصدیب برسه. مثلا اگر فرض بفرمایید که در داخل کشور میخوان یک قراردادی با یک کشور بیگانه ببندن و منافع ملی اونجا مطرحه، اونجا یک نفر تصمیم گیرنده نیست، یک گروه تصمیم گیرنده نیست، تمام نمایندگان اقشار مختلف مردم در اونجا حضور دارن و جلوی اون کاری که به نفع ملت نیست، منافع ملت رو داره به هدر میگه یا میبخشه به بیگانه، جلوشو خواهند گرفت. بعد از چند سال هم کم کم اون تشکل‌هایی که درست نباشن، اون تشکل‌هایی که برای مردم کار نمی‌کنن، اینها خود به خود منزوی میشن، اعضا ول میکنن، میرن به گروه‌های دیگه میپیوندن و اینها بهم خواهند داد. این یک سرنده، این خودگردانی ملی مثل یک سرنده بوده، کمپلت تصفیه میکنه و در پایان فکر کنم 5-10-15 تا که اونم مربوط به اقوام خواهد بود و بعضی از ادیان و مذاهب، اینها خواهند بقیه دیگه از بین میرن. یه تعداد تشکل‌های سیاسی باقی میمونن، یه تعداد قومی و یه تعداد هم عقیدتی دینی و مذهبی باقی میمونن. بقیه دیگه مثلا اگر 200 تا باشن کم 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 از بین خواهند رفت، یعنی که مردم دیگه بهشون یا نمی پیوندن با توجه به اساسنامه‌شون، یا اینکه اگر بین راه بدی ازشون دیدن مثل آقای ترامپ توشون ظاهر بشه میذارنش کنار. خیلی راحت دیگه اینطوری نیست که آقا اومده 4 سال باید باشه، دیگه اینطوری نیست که اگرم 4 سال باید باشه تصمیم گیرنده نهایی باشه. مصطفی زاده مختار، اختیار داره، اگر آقای سربی کارش درست انجام نمیگه، اگر آقای سربی به امور زندگانیش رسیدگی نمی کنه، رها کنه و بره به تشکل دیگه که تصور میکنه که بهتره، یا اینکه مطالباتش رو میگیره میره سراغ اون. اگر باز سوالی هست بپرس. حالا امیدوارم صدای منو بشنوید. بله، این امیدواری خیلی هم آقا شد، من با امیدواری زیادی پا به این میدون نذاشتم. نه منظورم اینه، الان امیدوارم صدای من الان بشنوید. فکر کنم دوربینتون که روشن میشه اشکال صدا میاد، دلیلشو من فکر میکنم فهمیدم. من دوربینو خاموش میکنم. اوکی، اگه دوربینو خاموش کنید بعد با هم صحبت کنید. بله دوربین الان خاموشه. بله الان صدا میاد برای من، شما خوبه صدا. اوکی پس فهمیدم، شما بعداً به من زنگ بزنید، دوربینتون رو باید ست کنیم با میکروفونتون. بله این کارو میکنم. اوکی ولی بله یه مقدار تغییرات دادم، باید اینو این کار انجام بدم. باشه، سوالی که پیش میاد اینه که شما میگید که اگر یه کسی خواست توی ایران یک کاری انجام بده، این شوراها و سازمانها جلویشو میگیرن. آخه چجوری؟ ما میبینیم حتی تو آمریکا که این همه صحبت از قانون میکنه، وقتی یه دیوانهی مثل ترامپ میاد رأس کار، الان یک هفته است هیچ کس جلودار این نیست. من و شما به این دلیل که حزبی تشکیل دادیم و تشکلی تشکیل دادیم، چگونه میتونیم نفوذی داشته باشیم، چگونه میتونیم کنترل کنیم؟ اینا چیزایی که البته باید میگم، حالا نباید من همین شما هنوز نیومدی من صحبت کنم و سوال کنم، باید شما بیاین بیشتر بگید و ما هم هر چی که شما میگید هیچ سوال که پیش میاد بپرسیم، شاید سوال من سوال دیگران هم باشه. در اینطوره جانم، حتما اینطوره، یعنی یک سوال که از جانب یک کسی مطرح میشه، اون سوالیه که بسیاری از مردم
این سوال رو دارم. این که شما فرمودید کی میخواد جلوشون رو بگیره، اصلا در کشور با وجود این شورا هیچ قانون ناهنجار و نامناسب و ضد مردم در اونجا ترتیب نخواهد شد. چون اگر من صحبتی رو، چیزی رو، لایحه رو میارم به اون شورا، آقای سربی هست، حسن هست، حسین هست، تقی هست، مگه اینها مخالفت میکنن با اون ناهنجاری؟ اونها موافقت نمیکنن، به خصوص که همه یک رقابت صحیح و درست بین این تشکل‌ها به وجود میاد. به خاطر اون رقابت هم که شده، اینها سعی میکنن هر کدام کاری رو انجام بدن که منافع ملت درش باشه و سعی میکنن منافع ملی رو همواره در نظر داشته باشن. یک موضوع هم در اینجا هست که من باید اینم خدمت رو عرض کنم. ما اگر که این طرح انجام بشه، یک مورد هم در این طرح هست که تمامی ملتی که امروز به عنوان ملت هم و یک کشور هم و از ایران جدا شدن، این ملت، این افراد، اون ملت، اون ملل بدون هیچ صحبت و گرفتاری میتونن بدون ویزا وارد ایران بشن و در ایران اگر بخواهن بمونن میتونن ماندگار بشن. شاید از این را هم میهنانی رو که دست دادیم دوباره اونها را به دست بگیریم. هر وقت هم بخوام برگردم به اون جایی که از اونجا حرکت کردن و اومدن به ایران، بلا فاصله آزاد ویزا نمیخوان، برای خروج هم هیچ مشکلی برایشون نخواهند بود و تنها چیزی که از اینها میان میبینن و اگر اوضاع بسیار خوب باشه و مناسب میرن اونجا به هم میهنان دیگهشون میگن. شاید 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 که ما هم میهنان گذشتمون رو دوباره بین مردممون داشته باشیم. بسیار ممنون. اجازه بدیم به دوستان یادآوری کنیم که اگر صحبتی، سوالی دارن یا احتمالاً میخوان در برنامه‌ها با شما باشن، با ایمیل آدرس zia1942@gmail.com. الان هم روی صفحه تلویزیونشون هست، صفحه کامپیوتر هست، صفحه فیسبوک هم میتونن ببینن. ضمناً این برنامه‌ها روی فیسبوک بلافاصله به صورت بایگانی میمونه، روی یوتیوب حدود 30 دقیقه تا 1 ساعت طول میکشه تا حاضر بشه. بعد از امروز تا هفته آینده هم هر روز حداقل یک بار، گاهی وقتا باور کنید 2 تا 3 بار پخش میشه. دوستان دیگه هم میتونن بیان برنامه بگیرن، حتی اگه نمیخوان در برنامه آقای مصطفی زاده باشن، خودشون مستقل برنامه بگیرن و صحبت کنن. بفرمایید آقای مصطفی. میتونن هم جناب شورای میتونن از طریق ایمیل با من تماس بگیرن. من خودم مثلا هر 3 تا 4 تا برنامه در رابطه با خودگردانی ملی صحبت کردم، اگر با من تماس داشته باشن میتونم بیان تو برنامه، یک هفته رو میذارم برای اونها، کل وقت رو میذارم در اختیار اونها، بیان مسائلشون رو مطرح کنن، بعد من هفته بعدش در مورد مسائلی که مطرح کردن توضیح خواهم داد. بسیار. یعنی هر 4 هفته یا 5 هفته که من معرفی میکنم این طرح رو، نکاتی از این طرح رو، یک هفته در اختیار بینندگان میذارم که بیان تو برنامه، حالا یا تلفن یا اسکایپ یا هر طریقی بیان صحبتشون رو بکنن، انتقاداتشون رو بکنن، اگر پیشنهادی دارن بکنن. هر بسیار ممنون. بله، منم دیگه آقای سوزی فکر میکنم وقتم تموم شد، چون شما باید تا به برنامه دیگه برید برسید. من عرضم رو خاتمه میدم، از بینندگان به شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده. روز جمعه. ممنونم از شما، آخر هفته خوبی داشته باشید و روزهای بهتری در انتظارتون باشید. شما هم به همچنین قربان شد. مرسی.
شبتون خوش. شب و روزتون خوش. دوستان عزیز، با آقای ضیا مصطفی‌زاده بودیم از هلند. همونجوری که در برنامه هم اعلام کردم، اگه میخواین با ایشون تماس بگیرید، نظری دارید یا پرسشی دارید، مستقیما با این آدرسی که الان میبینید زیر اسم زیر عکس ایشون هست، zia1942@gmail.com تماس بگیرید. ایشون صفحه های فیسبوکی هم دارن، فعلا اونا رو استفاده نمیکنن. ممکنه وقتی که برنامه های اصلی رو از جمعه هفته آینده شروع کردن، اونها رو هم استفاده کنن و شما بتونید به اون وسیله هم باهاشون تماس بگیرید. خب ساعت 3:47 بعد از ظهر هست به وقت واشنگتن، نیویورک، شرق آمریکا، 12:47 به وقت غرب آمریکا، و همون جوری که گفتم قرار هست که ساعت 4 آقای حسن ارشاد، ولی تا اون موقع بریم سراغ شیراز و شیرازی ها و آقای یدالله طارمی. دوستانی که روی فیسبوک هستن، براتون لینک این شعرهای آقای طارمی رو میذارم زیر همین برنامه، ولی دوستانی که روی تلویزیون مردم تیوی دات کام ما رو نگاه میکنن، ممکنه که مجبور بشید یه ریفرش کنید دیگه. فکر کنم حالا بعد از 20 سال یاد گرفتیم چی کار کنیم. از آقای مصطفی‌زاده ممنونم. دوشنبه با آقای دکتر کاظم افشارها خواهیم بود از کانادا. ضمناً بعد از برنامه آقای حسن ارشاد، ویدیوی آقای سهراب چمنارا پخش میشه. شما رو به دیدن این ویدیو هم دعوت میکنم که دوستان ببینید یک مشت از خرواری که در خارج هست و ماها چگونه میخوایم به اصطلاح با دیگران همکاری کنیم، وقتی که حتی یک میزه گرد دوستانه و صمیمی اینها در رادیو نمیتونن برگزار کنن. روز و روزگار بر شما خوش.